گفتم درس بخون بری دانشگاه نخوندی، گفتم برو برای دست حشمت وایسا کار یاد بگیر نرفتی، گفتم زن بگیر بلکه سر سامون بگیر نکردی، ای گفتی میخوام بشم فیلمساز، میخوام بشم فیلمساز، آخرش به جای فیلمساز واسه من شدی فیلمباز، هی کپی کردی دادی دست مردم، آخرم که گرفتن جریمه به این سنگینی برای ما بریدن، حالا که دو قرطریمت باقیه. خیلی خوب آبجی، نمیخواد انقدر سرکوف بزنی، من هر جوری شده اون پولو از زیر سنگ جور میکنم میدم بهتون، نمیذارم شما جوره منو بکشی. اوه چقدر زودش بر میخوره، حالا میخوای من چیکار کنم؟ بگم هوای فرخو بیشتر از پیام داشته باش؟ من کی همچین حرفی زدم آبجی؟ مگه اون موقعی که حشمت خان واسه شازده پسرش ماشین آنچنانی خرید ما چیزی گفتیم ادعایی کردیم؟ هیچی نگفتی تو. نه من فقط یک کلمه گفتم کاش ما هم یه بابای پولدار داشتیم واسه همون. الانم من ادعایی ندارم آبجی، فقط من میگم درسته که این آقا پیام هم سردبیر باشه هم سرپرست باشه، اون وقت من انتر و منتر تو باشگاه ول بچرخم. حالا میگی چی؟ میگی من چه کار کنم این وسط؟ باش صحبت کن آبجی، راضیش کن که تو این باشگاه به این بزرگی که داره یه پستی، مقامی، سمتی، چیزی به ما بده. نیست که تو اصلا حالیت نیست بابا، حشمت آدم عادی نیست، نمیشه تو کلمه باش حرف زد، فوری عصبانی میشه یه لیچاری باره من میکنه. باش آبجی، اصلا ولش کن ما نخواستی. فردا من میرم سر کار خودم، میرم سر چهار را بساط پهن میکنم، از این دیویدیای اونجوری میفروشم. خودم چه دیدی؟ بلکه گرفتنمون بردنمون شما هم از شهر ما راحت شدی. خیلی خب لازم نکرد دیگه واسه من ننه من غریبم بازی در بیاری. چجوری میکنی الکی؟ یک بار دیگه بگو ببینم چی گفتی. هیچی بابا جون، هیچی نگفتم. هیچی نگفتی نه؟ ببین بابا، اگه بخوای دست رو پونه بلند کنی، اول مادر رو نچمرد چی؟ بار کنار ببینم بچه. آقا جون شما امروز به اندازه کافی هرس خوردی. بذار من خودم این مسئله رو حلش میکنم. تو هم بشین. چی شده حشمت باز؟ دیگه میخواستی چی بشه خانم؟ دخترت زل زده تو چشم من، میگه راجب پیشنهاد بهرام چی فکر میکنه؟ آقا بهرامم نه، بهرام خالی دور زمانهی شده والا. تو نتونستی دو دقیقه زبون بده هم بگیری؟ قضیه چیه شعلا خانوم ها؟ والا تصدقت قضیه ای نیست، این پسره یه بار اومده خواستگاری، خیلی هم آبرودار و آبرومند و محترم بوده. خیلی خوب خودم دارم میگم، خواستگاری به هم خورده یا رفته هر جور شده، حالا با اجازت یه بار دیگه میخواد بیاد خواستگاری. خواستگاری دیگه چه صیغه‌ایه؟ این دختره که میگه به من پیشنهاد معاونت داده. بله اولش پیشنهاد معاونت بود، نمیدونم چی شد یه دفعه شد پیشنهاد خواستگاری. غلط کرده این پسر جلنبل، مگه شما دوتا ادبش نکردین؟ چرا بدجوری؟ فقط دوتا سیلی و یه اورنگی من بشنم اینا. من فکر کنم این از اون خواستگاراست که از در میندازی بیرون از پنجره میاد تو، خیلی سیریشه. بیخود کرده خانم، من دختر به این خانواده نمیدم، نظرم هم عوض نمیشه. آقا حشمت چرا اینقدر نظرت عوض نمیشه؟ خواستگاری که بعد نیست، بیام بشینن یه چند تا شرط قلمه سرابه میذاریم جلو، چون نمیتونن انجام بدن میرن. مامان راست میگه، تو صحبت مهره و شیر بره بکشیم وسط، دومشو میزن رو کولشو میرن. تو دیگه چی میگی این وسط فسخلی؟ باشه من امشب فکرامو میکنم، فردا بهتون نظرمو میدم، ولی نظرم عوض نمیشه. عاشقتم مامان، خوب مخشو زدی. این چجور حرف زدنی دختر با ادب خانواده داره؟ ولی خفن مخشو زدم ها. دوست دارم، میخوامت. بله. ببین تو هم آخرین باره داشتی تو کارهای بزرگتر دخالت میکنی ها. ببخشی من کوچیکم. خیلی بد نمیام. خب اینم که به خیر گذشت. حالا تکلیف ما چیه آبجی؟ تکلیف تو اینه که بری سر کوچه دیویدیاتو بفروشی. دیویدی بفرما، اینم چمدونت، وسایلتو جمع کن برو پیش مادرت، من نمیتونم با دختری که به راحتی به پدرش دروغ میگه زندگی کنم. حالا مگه چی شده بابا؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ دختری یکی دونه من، دختری که این همه من بهش اعتماد داشتم، به جای اینکه پشت باباشو بگیره رفته نشسته پیش یه مش غریبه، تمام پته زندگی من ریخته رو آب. آخه شهلا خانم و پونه جون که غریبه نیستن. غریبه نیستن؟ هستن؟ نه نیستن. چرا هستن؟ اصلا مهم نیست که هستن یا نیستن. تو حق نداشتی بدون اجازه من بری اونجا، هر چی دلت میخواد بگی. بابا من هر چی دلم میخواست نگفتم، یه کمی فقط باشون درد دل کردم. تو غلط کردی، میخواستی درد دل کنی میوتی پیش خودم. نمیشه بابا جون، من دوست دارم با یکی حرف بزنم که همجنس خودم باشه، دردمو بشناسه، حرفمو بفهمه. خیلی خوب، پس وسایلتو جمع کن برو پیش مادرت، من دیگه کاری به کارت ندارم. واقعا؟ آره، وقتی تو نمیخوای بمونی من چرا باید اینقدر اصرار بکنم؟ ممنون بابا جون. صبر کن ببینم، حالا واقعا میخوای بری؟ آره،
اینجوری شما میتونین یه سر سامونی به زندگیتون بدین، از شر بد اخلاقی منم خلاص بشین. چیکار میکنی بابا؟ فکر کردی میذارم با مادرت هر جو دلت خواست بری؟ سخت در اشتباهی. تو این خونه میمونی، پادم اینجا بیرون نمیذاری. ای بابا. الو چطوری سیاوش؟ چه خبر آقا سیروس؟ تونستی کاری بکنی؟ نه اوضاع قمر در عقرب بود، نشد. فردا میرم سراغ نادری. اگر اون راضی بشه تو برگردی تو تیم، راضی کردن حشمت خان و رحمانی ساده تر میشه. بابا نادری رو بی خیال، راضی کردن اون با من. تو برو رو مخ حشمت خان کار کن. نه قولا راستشو بگو، آتوماتو داری از نادری؟ بمانه. ببین آقا سیروس، من تو بازی بعدی حتما باید تو ترکیب تیم باشم. اما من چند تا بازی نبودم، طرفدارام ریختن به هم، همش دنبال من پیگیرمن. تو بگو رگه خواب نادری چیه، منم برات میگردونم تو ترکیب. الو سلام، حالت چطوره؟ خوبی عزیزم؟ قربه تو برم. بچه ها چطوره؟ خوبی؟ آره عزیزم، منم دلم خیلی براتون تنگ شده. دیگه فوتبال دیگه، هی اردو میذاره، یه روز این شهریم یه روز اون شهریم، آدم مجبور شه از زن بچهش دور باشه. آره دیگه. عزیزم من رئیس کمیته انضباطی فوتبال جلو میستاده، باید نمیتونم صحبت کنم، بعد خودم با تماس میگیرم. آره آره خودم زنگ میزنم. قطع کن. بعد خدا. به 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 سیاوش خان، حال شما چطوره؟ خوبی؟ اینجا چه کار داری؟ میگم نادی جون، این همه تو اردو میری ضرر نداره؟ نه چه ضرری داره؟ اگه از رو برنامه ریزی باشه نه تنها ضرر نداره بلکه سودم داره. خب بگوینم اینجا چه کار داری؟ میخوام برگردم به تیم. جان؟ میخوام برگردم به تیم. اتفاقا عالیه، شروین مصدوم شده، تو رو میذارم جای شروین. خب حله. از نظر من حله، ولی از نظر رئیس باشگاه منحله. یعنی چی؟ یعنی که شما مورد داری، شما از باشگاه اخراج شدی، منم بدون اجازه مدیران نمیتونم شما رو بزنم تو باشگاه. نادی جون یکم اتوریته داشته باش، تو سرمربی تیمی مگه میشه تو بگی من این بازیکن احتیاج دارم رو حرف درف بزنم؟ یکم محکم و قوی باش. آخه عزیز من، این رئیس جدید باشگاه آدم زبون نفهمه، هیچی حالیش نیست. خیر ببینیم، من با این انداز گله هم ما با هم درگیر میشی. پس هیچ رایی نداره. نه شرمنده هم. نه من شرمنده هم. من شرمنده هم. اه کجا میری؟ بله سلام خانم نادری، حال شما خوبه؟ من رستمی ام، کاپیتان تیم همسرتون. لطف میکنین چند لحظه تشریف بیارین پایین، در مورد یه موضوعی میخوام باهاتون صحبت کنم. چی میگی؟ مردی حسابی چی کار داری میکنی؟ میخوام ازش سوال کنم ببینم میدونه شما شلوار دوتاست؟ چرا مسائل خصوصی زندگی منو با فوتبال قاطی میکنی؟ عزیز من میدونم نادی جون این حرکت ناجوانمردانه است، اما اینجا فوتبال نیست، من فیپل بازی کنم، من این فرصت رو گل نکنم اوت میشم. ببین عزیزم یه چند روز به فرصت بده، یه کاری برات میکنم. چند روز؟ فردا بازیه. میگه یه فکری برات میکنم. آره سلام. سلام علیکم. سلام. چی شده فریدون؟ اتفاقی نیفته، داریم با هم حرف میزنیم. نه اتفاقا اومدم پیشتون که یه مژده‌ای بهتون بدم. خانم نادری چه مژده‌ای؟ مژده‌ای که سیاوش خان این کاپیتان با اخلاق تیممون مشکلشون حل شده، بس فردا میتونن در ترکیب اصلی تیم بازی کنن. جدی میگی نادی؟ آره عزیزم، شما بهترین بازیکن لیگ امسالی. جدی واقعا جدی چیکار داری میکنی تو؟ من به بازیکن مثل تو اصلا تو تیمم نیاز دارم. الان کاراتو بکن سری بریم باشگاه، دوست دارم اولین نفری باشی که برای تمرین وارد زمین میشه. تو هم عزیزم برو داخل، مواظب خودت باش، من بعد از جلسه با تماس میگیرم. خدا نگهدار. خدا ای شیطون دیگه جلسه شد ها. بریم دیگه. اردو شد جلسه. بابا داری میری من تا مدرسه میرسونی؟ بابا جان 100 دفعه بهت گفتم تا نصف شب نشین با اون ماسک بازی کن، صبح نمیتونی بیدار شی. بابا تو که نمیدونی من آلمانو زدم رفتم هم تو فینالم، قراره با برزیل بازی کنم. خب اونو دیگه بابا خیلی مواظب باشی، برزیلیا 3-5-2 بازی میکنن، بردنشون خیلی سخته. باش بابا. کوچلوارو دیدی عین میلیونه رو، بعد به خونم بیاد دیگه. آره خیلی مواظب باش، ازش بپرس الان میره ها. خیلی خب آقا حشمت، فکراتو کردی اگه این پسر بهرام زنگ زد چه جوابی بهش بدم؟ بهش بگو چی کارتون کنم؟ بهش بگو بیاد، ولی من شرط دارم. هر چی باشه قبوله. تو که نباید قبول کنی، اونا باید قبول کنن. نه منظورم اینه که اگه اونا قبول نکردن من محال جواب مثبت بدم. فرخ کجاست؟ نمیاد؟
بهش بگو عیبی نداره بابا زده پای بازیکن منو شلو پل کرده، عیبی نداره. داداشم یه خورده دلخوره تصدقت. ها یه چیزی هم حالا طلبکاره ها. حالا چی دلخوره؟ ببینین آقا حشمت، تو که واسه همه پدری کردی، بیا واسه داداش منم پدری کن. یه اسمی، رسمی، سمتی، شغلی، چیزی بهش بده تو این باشگاه. آخه خوبیت نداره برادر زن تو همینطور تو باشگاه تو آتل باطل بچرخه. شلو خانوم مگه کشکه؟ این کارا همه تخصصیه. باید سیستم 352 رو بشناسه که نمیشناسه داداشم. خب باهوشه، تو بهش یاد بده. من که میدونی نظرم هیچوقت عوض نمیشه، ولی چون شما گفتی چشم، بهش بگو بیاد، من حتما یه کاری براش میکنم. خیر ببینی ایشالله تیم قهرمان جهان بشه بعد صعود کنی تیم ملی. مگه میشه آخه مامان؟ آره نمیدونی بابا حشمتت هر چی بخواد میشه، اصلا هر کاری بخواد بکنه هیچکی جلو داره. هیچکی جلو دارم نیست، ولی شعله خانم از شما چه پنهان که من بدون شما هیچم خانومه. خجالت هم میدید. خب حالا دیگه برید تو، دیگه خودتون رو لوس نکنید. پیام کو؟ پیام بچه‌م گفت اول میره دفتر روزنامه بعد میاد باشگاه. آخه از امروز شده سردبیر. آره برید تو، برید تو. نه اینا خوب نیست. من میخوام یه سر همه اخبار وصل بشه به تیم آذرخش. بقیه تیم‌ها باید برن تو حاشیه. اما این روزنامه هیچ وقت از تیم خاصی حمایت نکرده آقای سوری. شاید تا دیروز اینجوری بوده، ولی از امروز قضیه فرق میکنه. ما باید از فردا دو صفحه از روزنامه رو اختصاص بدیم به تیم آذرخش. من میخوام از همه عوامل تیم، مربی، بازیکنان، به خصوص مدیریت تیم تعریف و تمجید کنید. ولی به نظر من این کار اصلا ایده خوبی نیست. اینجا من فکر میکنم شما گوش میکنید. روشن شد؟ بله. در ضمن تیم آذرخش فردا بازی داره، پس هدف اصلی ما تضعیف روحیه است. باید تا جایی که میشه تیم حریف رو بکوبیمش. چطوری؟ کاری نداره، فقط کافیه یه مقدار بزرگ نمایی کنیم. اگه مربی با بازیکن حرفش شده بنویسید دعوا و درگیری شده، اگه یه بازیکن دیر رسید سر تمرین بنویسید هرج و مرج و بی‌نظمی تو تیم هستش. در ضمن به چند تا شایعه توپ نیاز داریم که اینا رو بفرستیم برن تو حاشیه. حالا فعلا به کارتون برسید، تو من بعدا در مورد برنامه‌های دراز مدت هم صحبت کنم. چشم. سلام. سلام، خسته نباشی. سلام چایز خانم، شما اینجا چیکار میکنی؟ سلام. خب معلومه اینجا دفتر بابام، یعنی چی اینجا چیکار میکنی؟ سلام. اون که بله، ولی مگه خبر ندارین چی شده بابا؟ چیزی شده؟ نه بابا. بابا چایز خانم چرا هول میکنی؟ چیزی نشده بابا. چایز خانم من که عرض کردم خدمتتون اتفاقی نیفتاده. پس چرا تو اتاقش نیست؟ نیست؟ ای بابا خیلی تازگی و بی‌نظم شدم، باید یه تنبیه انضباطی بکنم. بله. نیومدن؟ شما چی گفتین؟ هیچی چیز مهمی نیستش، فقط قول بدید وقتی که شنیدی زیاد هیجان زده نشین. خب بگین دیگه. من از امروز شدم سردبیر روزنامه پدرتون. خب همین دیگه، شدم سردبیر روزنامه. باورتون نمیشه؟ نه اصلا باورم نمیشه بابا اشتباهی به این بزرگی بکنه. واقعا؟ آقا پیام، میدونی بابام کجاست؟ من هرچی گوشیشو میگیرم خاموشه. نمیدونم، احتمالا تو باشگاه جلسه دارن. اتفاقی افتاده؟ نه فقط بعد امروز شهریه کلاسامو بدم، دیشب یادم رفت ازش پول بگیرم. خب باشه، این دفعه مهمون من باشین. صورت حساب رستوران که نیست، شهریه کلاسای تیراندازیمه. تیراندازی و تفنگ آبپاش دیگه اینجوری میده. الان نشونتون میدم. واقعیه؟ میخواین امتحان کنیم؟ بله وقت شما میگین حتما واقعیه دیگه. نترس خواهی. فکر نمی کردم پر باشه، عجیبه. نه ماشاءالله نشونه گیریتونم خوبه. بله تازه قراره تو مسابقات انتخابی تیم ملی هم شرکت کنم. حتما موفق باشی. میگم ببخشید شما چرا حالا تیراندازی انتخاب کردین؟ آخه یه ورزش خاصه، میدونی، ترکیبی از زمان سنجی، دقت و تمرکز. یه جورایی به من احساس قدرت میده. ببخشید آقا پیام، من 23 دقیقه بیشتر وقت ندارم، باید برم. شهریتون چی میشه؟ باشه واسه فردا. دوست ندارم حتی یک دقیقه هم به کلاسم دیگه برسم. خب اجازه بدید من برسونمتون. نه ممنون، زحمت واسه شما. خودم نه بابا چه زحمتی، من دارم میرم باشگاه سر را شما را پیاده میکنم. من بفهم.
میشه یکم تندتر بریم؟ من فقط 7 دقیقه و 30 ثانیه وقت دارم برسم. نگران نباشی، دیر نمیرسیم. ببخشید شایسته خانم، این راسته که شما مسابقات فوتبال آنالیز میکنین؟ بله، البته ترجیح میدم بازیه خارجی ها آنالیز کنم. آنالیز تیمای ایرانی کار خیلی راحتیه. چطور مگه؟ آخه همشون یه سبک بازی میکنن، بیدقت، بی‌نظم، کند. در واقع میشه گفت تاکتیک فوتبال ما ترکیبی از احساس، تکنیک فردی و درگیری های فیزیکیه. گرچه همین تاکتیک ضعیف و مندرآوردی هم درست انجام نمیشه. فوق العاده است. اون وقت شما در مورد مسابقات فوتبال خارجی هم آنالیز میکنین؟ درباره کدوم لیگ؟ لالیگا، بوندسلیگا، سری آ ایتالیا یا فوتبال جزیره؟ باور نکردنیه دختری تو سن و سال شما این همه اطلاعات و معلومات. شگفت انگیزه. من واقعا تبریک میگم. ممنون. به شما نه، به کسی که قراره در آینده همسر شما بشه، چون قطعا اون مرد خوشبختی که با دختر باسواد و با معلوماتی مثل شما میخواد زندگی کنه. البته، ولی خب من اهل ازدواج نیستم. همه دخترها اولش همینو میگن، ولی همچین که چششون به یه مرد متشخص میفته نظرشون عوض میشه. ممکنه، ولی در مورد من قضیه فرق میکنه، چون من قراره از ایران برم. چی گفتین؟ جدی که نمیگی؟ من فکر کردم جدی جدی میخواید برید. من جدی گفتم، با شما که شوخی ندارم. تا 1-2 ماه دیگه با مامان از ایران میری. پس آقا سیروس چی؟ مشکلی با رفتن شما نداره؟ چرا، بابا مخالف. خب خدا رو شکر. چی؟ هیچی، گفتم که خدا رو خوش نمیاد پیرمرد تو این حال و وضع ول کنه. یه موقع خدای نکرد از تنهایی دق کرد افتاد مرد. بله؟ نه منظورم اینه که اگه یه اتفاقی براشون افتاد، اون وقت شما یه عمر عذاب وجدان دارین دیگه. نه راستش بر خودم هم سخته که برم، ولی خب چاره چیه؟ بالاخره منم باید یه تغییری به زندگیم بدم دیگه. اون که بله، ولی کارهای بهتری هم هست که بشه انجام داد. مثلا چه کاری؟ مثلا میتونین چیت کنین. چی؟ چیز دیگه. چی کار؟ میخواید حالا فکر میکنم بعدم بهتون میگم. نه نیازی نیست شما فکر کنین، من تصمیممو گرفتم، فقط مونده رضایت بابا که اونم شهلا جون قول دادن رضایتشو بگیرن. مادر من رضایت بگیره؟ بله، شهلا جون خیلی ماهه. وقتی فهمید مشکلم چیه قول داد با بابام حرف بزنه و رضایت بگیره. آقا پیام رسیدیم، همین کنار نگه داریم لطفا. خیلی ممنونم، به خانواده سلام برسون. خداحافظ. خداحافظ. برای من اخلاق و منش پهلوانی در واقع خیلی مهمتر از قهرمانیه. اتفاقا برای منم اخلاق بسیار مهمه. به نظر من اخلاق توی ورزش حرف اولو میزنه. ولی تماشا چی بنده خدا که تو سرما گرما میاد تو استادیوم، بعضی وقتا تا دم سکته هم میره، خب از تیمش توقع قهرمانی داره. دربنج نگران و قسمتش نباش، تیم من اونقدر پتانسیل داره که بدون رستمی قهرمان بشه. آقای رحمانی اگه لجبازی نکن، بذار این پسره برگرده توی تیم. فردا که بازی تموم شد بدش دست این کمیته انضباطی تنبیهش کنه. اینجوری نه سیخ میسوزه نه کباب. حالا این پسر یه اشتباهی کرده، یه غلطی کرده، یه شیکری هم خورده. بابا سرش خورده به سنگ. ما که نباید پشت بازی کنمونو خالی کنی. گیرم که من موافقت کردم. حشمت خانو میخوای چیکار کنی؟ راضی کردن حشمت خان با من. حالا خب من حرفی ندارم. بله. سرمربی تیم رسما اعلام بکنه که من این بازیکن رو نیاز دارم. منم موافقت میکنم. خوبه همینطور؟ اون که بله. مربی حتما باید بخواد. من نظرم عوض نمیشه. این چوپنبرم از گوشت بکش بیرون. من نمیذارم این خورمالو خرک تو تیم من بازی کنه. بابا راست میگه دیگه، یارو بچه پررو. خب چرا شما متوجه نیستید؟ به لطف این فرخان شروین مصدوم شده. تیم من مهاجم نداره. اگه سیاوش برنگرده فردا من تو مسابقه دوچار مشکل میشم. آقا جان این همه بازیگر اینجا وایساده، خب یکیشو بردار بیا بره بازی کنه دیگه. آقا اصلا همین یارو دیروز گفت من آمادگی دارم. ببین تو بیا بیا خودت بیا. نه این بیا جانم. آقا خب بیا بازیگر به این خوبی قد بلند رعنا، دوتا لب داره این گوجه فرنگی، دوتا چش داره این کیوی. خب بفرستش وسط بازی بره دوتا هد بزنه به قول شما گل کنه دیگه. آره ما بذارش اونجا دوتا هد میزنه گل میکنه دیگه. آقا مگه کشکه؟ اینطور که نمیشه، هر بازیکن یه پوزیشن داره. برگرد سر کاره برو ببینم چی پوز میده. غلط میکنه پوز بده.
چشمت جون بابا میگه پوزیشن یعنی موقعیت، جای مخصوص. میدونم، میگم حالا هرچی. این بازیکن هافبک دفاعیه، نمیتونه برای من تو خط حمله بازی کنه. اگه نمیتونه غلط میکنه بیاد فوتبالیست بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه چقدر پول میگیره. مگه پول نمیگیره؟ خب بره بازیکن گل بزنه دیگه، هد بزنه. من این حرفا حالیم نمیشه. این تیم نتیجه نمیگیره مگه اینکه سیاوش برگرده. بابا جون مگه متوجه نیستین؟ او کاپیتان تیم منه. مگه کشتیه که کاپیتان میخواد؟ چیه؟ هیچ معلومه شما چی میگی؟ من میفهمم چی دارم میگم. شما نمیفهمی من چی دارم میگم. بس کنید دیگه، زشته دارن تمام تیم نگاهتون میکنن. کوتاهی بابا اصلا معلومه است اینجا چه خبره؟ بابا صداتون تا اون سر باشگاه داره میاد. خب بایدم بیاد. وقتی بلند حرف میزنی میاد دیگه. آقای دروندی، سرمربی تیم منم. این منم که تشخیص میدم سیاوش برگرده به تیم. ولی آقا داره تو کار من دخالت میکنه، در واقع موش میدونه. ای مارمولک. چیو میگی؟ ببخشید شما چیزی گفتی؟ با شما نبوده. حشمتان چند لحظه بیا بریم باهات کار دارم. ببین من از این پسره خرمالو خرک خوشم نمیاد. نظرم هم عوض نمیشه. حالا بریم. خیلی خوب. نشه. بریم درباره‌اش صحبت کنیم. شما بیا. بابا چقدر بحث میکنیم با هم، دوست باشین. میگم نادری جون میشه من امروز با بچه‌ها یه تمرین بکنم گرم شم؟ نخه، همون یه دفعه برای هفت پشون بسه. آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟ آره آقا خیالتون راحت باشه، همه چی داره عالی پیش میره. بله امروز میخوام تیر خلاص رو بهشون بزنم دیگه، کارشون تمومه. شما خیالت راحت. معلوم از داری چیکار میکنی مرد حسابی؟ با شرایطی که تیم ما داره اگر سیاوش برنگرده توی تیم بی برو برگشت شکست میخوری. وقت میدونی چی میشه؟ تو تمام محافل ورزشی چه میافته که حشمت خان به خاطر لجبازی با فلان بازیکن تیم رو دوچار بحران کرد. خب چه میافته؟ چرا متوجه نیستی؟ تو با کلی کبکبه و دبدبه وارد فوتبال شدی، کلی شعار دادی، میخوام فوتبال نجات بدم، اله کنم بله کنم، وقتی اگر تو اولین بازی وابدی کلی ماهیتت به خطر میافته. آخه من نظرم عوض نمیشه. به من اعتماد کن حشمت جون، بذار این پسره برگرده توی تیم. اوزامون که روبرا شد یه حال اساسی ازش میگیریم که واسه ما دم در نیاره. نه نمیشه. چرا میشه؟ من همین روز همه خبرنگارا رو خبر میکنم، یه مراسم آشتی کنون فرمایشی را میندازیم، شما قبول میکنی که این پسره برگرده توی تیم، اون وقت تبدیل میشی به یه مرد محبوب و باگذشت، یه لقب سرم اول اسمت میذاری. یعنی دو مرتبه عکسم تو روزنامه ها چاپ میشه؟ معلومه، یه عکس بزرگ با تیتر درشت، سر حشمت خان سوری، مرد با گذشتی که آمده فوتبال رو نجات بده. چطوره؟ ولی این پسره بعد از من عذرخواهی کنه. خیالت راحت باشه، امشب میارمش خونه تون که ازت عذرخواهی کنه. اینجوری راضی میشی؟ همین امشب میاریش خونه که ازم عذرخواهی. نمیدونم دیگه، ریشو قیچی دست خودت، هر کاری که دلت میخواد بکن. بخشی حشمت خان، سلام، خیلی مخلصم، خسته نباشین. چی کار داری؟ باید با تو حرف بزنم حشمت خان. راجب چی؟ در مورد یه توته، اون میخواد کاری کنی که شما از اینجا برین. اون؟ بله آقا. یعنی چی؟ کی میخواد یه کاری کنه من اینجا برم؟ یه لحظه بیان، یه لحظه شما بیان. کجا میبری منو؟ بیاد آقا، بیاد. دارم. بابا چیه؟ من ما رو گرفتی داری میکشی این ور اون ور، چی کارم داری بابا جان؟ دستیسه حشمت خان، توته، اونا میخوان کاری کنن که شما آسیبشون رو از این باشگاه بری. آسیبشم از این باشگاه برم؟ چی؟ نادری و دار دستش، اونا دارن زیراب شما رو پیش این عموم میزنن. خود نادری تو تمرینات به بچه ها خط میده که کمکاری کنن. فکر میکنن اگه تیم نتیجه نگیره شما کلافه میشین و جا میزنین. کلافه بشم و جا بزنم؟ اونم جلوی اون پارافین؟ اون لوبیای های املت غلط کرده؟ میدونم آقا، داره زور بی خود میزنه، اما من به این فشار میاد وقتی میبینم یه مربی در پیتی پشت سر الگوی ورزشیم داره ریچار میگه. واسه همینم من جلوش در اومدم، اونم با املت کرده، گفته این هفته باید بشین رو سکو. غلط کرده؟ با اینکه 2000 بازی بلد نیستی ها، این هفته تو ترکیب اصلی تیم بازی میکنه. جدی میگی حشمت خان؟ معلومه که جدی میگم. شیطونه میگه بزنم به ساق پاش یه ما تو بیمارستان بخوابه. درستش هم همینه حشمت خان، وقتی حریفت فرپلی بازی نمیکنه شما چرا بازی کنی؟ حالا تو هم انقدر حرف نزن، برو کنار ببینم.
تا پشیمونه شدم بارو کنار. چشمش بخش نه میگم بارو کنار. چشم ببخش. حرفین؟ بله. چطوری دربندی جون؟ چه خبر؟ توپ زیر پاته شوت کن یه گوشه و بده بیا باشه. اه صحبت کردی؟ قبول کرد حشمت خان؟ آدم بدقلقی اما رگ خوابش تو دست منه. به هر کلکی بود بلر ازش گرفتم. میتونی برگردی تو تیم؟ فقط دربندی جون من زایه نشدم که. پنجا پنجا گرفتم که نه سیخ بسوزه نه کباب. یه مراسم آشتی کنون وسط زمین. با حضور عکاس خبرنگار رو هم دیگر میبوسیم و قضیه رو فیصله میدیم. نبوسیم دیگه حالا. اون وقت باید فوتبال رو ببوسیم بذاری کنار. نه حالا چه کاریه میبوسیم. سری بود و بیا اینجا تا پشیمون نشنه ها. باش خدا سلام. پیام جونم کجا با این عجله؟ سرپرست تیم هم دیگه نباید دیر برسم. و روزنامه چه خبر؟ الان از اونجا میام. صفحه بندی انجام دارم فرستادم برای چاپ. شایسته خانم هم اومده بود. پول میخواست برای ثبت نام کلاس تیراندازی. آخ دیشب یادم رفت بهش پول بدم. حرف دیگه نزد؟ چیز دیگه که نه. خیلی خوب. بی زحمت برو روابط عمومی باشگاه بگو آشتی کنون داریم. یکی دو تا خبرنگار عکاس بفرستن بیاد اینجا باشه. آشتی کنون؟ کی با کی؟ بعدم میفهمی. آقا این چطوره؟ این میگم عالیه. این حرف نداره. این میدونی بازیگر اصلیش که جتلی هست. این پسر قد کوتاه چش دنگیاره. آقا نیم بچه هم قدشه 15 نفر آدمو یه جا میزنه. اینو باز ببینید. که هر روز رو پرده سینما داره اکرام میشه. خب بشه خلاف قانونه. ببین ما اینجا این قرتی بازی ها نداریم. اینا همش کپی برابر اصله. بردار. اینجوری که نمیشه. چرا نمیشه؟ ما کپی کردیم شد. شما هم ببر ببین حالشو ببر. چیکار به خلافش داری بابا؟ من نمیخوام. این کار دزدیه. دزدی چیه بچه؟ بیا اینجا بابا. بیا دو سه تا فیلم دارم. انگ خودت کجا رفتی؟ بلش کن بابا. طرف فکر مونه خیلی حالیشه. چیه؟ چون اون تو ترکیب اصلی تو ذخیره بهش حسودید میشه. با چی میگی بابا؟ برو بابا. الان دعوا نکنید. دعوا رو بذارید برای بعد. فعلا این فیلم‌ها رو ببین حالشو ببر. بچه‌ها فردا بازی داریم. من که میگم بریم استراحت کنیم یه وقت بدنمون تحلیل نره. من که رفتم. تحلیل چیه؟ بیا اینجا فیلم ببین حالشو ببر. کجا رفتی؟ راست میگه. فردا یه امتیاز از دست بدیم از کورس قهرمانی عقب میافتیم. بابا کورسو ولش کن. سه تا ببر. نه نمیخوام. میخواد. بیا آقا. چرا معطلی؟ یه اینجا هم دیگر ببوسین دیگه. بفرما آقا اشمت بفرما. آرسته بفرمایی بفرمایی آمده رفتن تو بقل هم اکسون. زیادی خوشحال نباش. اگه میبینی الان گذاشتم تو ویترین میدونم چه میوه جلی اصری اصری که بشه میریزم تو سطل آشغال. به باشگاه خودت خوش آمدی پسرم. اگه به خاطر هوادارا نبودا من عمرم پامو تو این تیم فکستنی نمیذاشتم. اینو یادت باشه. اگه یه ماهی دیگه بذاری پاتو میشکنم بچه. اینو یادت باشه به خاطر همین بچه این تیمت برو بیا داره. وگرنه باید در این باشگاه و تیمتو گل بگیری. گل میبندم اما به تو جوجه ماشینی باج نمیدم. من خیلی خوشحالم از اینکه این فرصتو دارم که دوباره در این تیم جانفشانی کنم و مثل همیشه امیدوارم که برای این تیم مثمر ثمر باشم. واقعا اگر نباشی اموراتت نمیگذره. شوخی کردم. خیلی خب بهتره حالا این حرفا رو بذاریم برابر. یه عکس یادگاری دست جمعی از این لحظه باشکوه بگیریم. بفرمایید اون وقت بچه‌ها باید برن سر تمرین. بفرمایید.